مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت هرات میگویند از آغاز روند تخریب کشتزارهای کوکنار تا کنون نیروهای آنان بیش از 300 جریب زمین کشت کوکنار را تخریب و از بین بردند. به گفته مدیریت مبارزه با مواد مخدر این ولایت، گزارش های مردمی که به آنان میرسد روند تخریب زمین های کوکنار را سرعت بخشیده و سبب شده که نیروهای آنان اراضی بیشتر را از بین ببرند. د هرات ولایت د ینجیل ولسوالی د غیبتون په نامه یو کلی دی. په دې کې دلته تقریبا یو نیم تر دوه جریبه ځمکه د تریاکو کښت په کښت باندې هغه چې اوس نن موږ د کښت څخه پاکه کړله، خو موږ د خپل اولس او د خپل خلکو څخه دغه خواهشانه دوی ته په وار وار موږ دا ویلي دي چې د دې کښت څخه لاس واخلي. دا یو ډیر بیکاره بوټی دی او په دې باندې په میلیونونو انسانان اخته دي، او بل د امیر المؤمنین صاحب حکم دی باید موږ تاسو دا عملي کړو. این مسئول مبارزه با مواد مخدر همچنان میگوید با توجه به اینکه کوکنار بیشتر در باغ‌ها و حویلی‌های مسکونی کش شده، همکاری شهروندان با آنان مهم هست. ما هم به این کار خو همکار هستیم که کشت کوکنار کشت خانمانسوزیه، کشت خوبی نیه، جمع کنم هر چیزی تر به نفع جامعه ایه. ایر ما به زی پشتیبانی میکنیم، ما هم از این حمایت میکنیم، ما هم با دولت همکاریم که این کشت کوکنار هر چی زودتر هر چی سریعتر جمع شه، به نفع مانه، به نفع جامعه ایه. اما دهقانان ولایت هرات میگن که حکومت طالبان در بدل تخریب کشتزارهای کوکنار و ممنوعیت کشت این پدیده باید آنان را همکاری کند. ما هم کشت خوش نبودم را خوش باید با چای ما هم برون دادن خوش نیستم، کتن خوش نیستم، راضی که بیش کشت ما راضی هستم. اگه کمک میکنه دولت ما خدا کمک میکنه، خدا قوت بکنه. مسئولان محلی ولایت هرات در حالی از مبارزه جدی در برابر مواد مخدر و تخریب کشتزارهای کوکنار سخن میزنند که تا هنوز برنامه بدیل معیشت از جانب حکومت طالبان برای دهقانان ارائه نشده است. سید عارف قطالی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، هرات.